مجمع جهانی حیات و مواکب حسینی از مراکز وابسته به مؤسسه جهانی آیت الله العظما شیرازی در کربلای معلا به فعالیت‌های شعبانیه خود در کشور عراق پایان داد. به گزارش پایگاه تللارستانی دفتر مرجعیت شیعه، اعضای این مجمع جهانی در آخرین فعالیت‌های خود در سال روز میلاد حضرت ولی اصر عجل الله تعالی فرجع الشریف در دفتر مرجعیت در کربلای معلا حضور یافتند و با مسئولان و اعضای این دفتر دیدار و گفتگو کردند اعضای این مجمع همچنین به همراه حجج اسلام شیخ جعفر حائری مدیر مؤسسه امام صادق علیه السلام در ایالت میشیگان کشور آمریکا و شیخ حسن ریحانی از نمایندگان مرجعیت در کشور نروژ به دیدار شیخ ابو کرار الاسدی از شیوخ عشیره بنی اسد رفتند و با ایشان در زمینه نقش عشایر در تحقق اهداف تشیع و تأثیر عمل کرده اشایر در بهبود اوضاع دینی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شیعیان صحبت کردند. اعضای مجموعه جهانی حیات و مواکب حسینی ضمن بازدید از برخی مراکز دینی درمانی و مواکب مذهبی از جمله مرکز پزشکی هلال احمر مواکب خدمت و اهل البیت علیهم السلام محبی اهل البیت علیهم السلام شباب و سجاد علیه السلام طرف جمهور العباسیه حسینیه آل ماجد و حسینیه و موکب طرف بابل خان که در ایام میلاد امام زمان علیه السلام به خدمت رسانی به زائران شهر مقدس کربلا میپرداختند با مسئولین این نهادها گفتگو کردند اعضای این مجمع همچنین در مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگی قمر بنی هاشم علیه السلام در کربلای معلا شرکت کردند